همایون خیری سردبیر علمی ایران اینترنشنال از لندن به ما پیوسته. همایون، جنسیت پشه‌های آیدس رو چطور مشخص میکنن که بعد میتونن نرا رو عقیم میکنن؟ حالا خیلی خوبیه الناز، برای اینکه اون پشه‌ها رو در واقع اگه کسی بتونه روی دستش بگیره ببینه حالا عقیم شده شو، متوجه میشه پشه‌های نر اون به اصطلاح آنتنشون، پشه‌های ماده یک موهای ریزی داره، پشه‌های نر یک چیزی مثل پر روی دو تا پر روی آنتنشون هست و این تشخیصش در واقع هم با چشم غیر مسلح یعنی عادی میشه اینو تشخیص داد. همین که برای کارهای آزمایشگاهی که تعداد زیادی از اینها رو پرورش میدن، اینا رو با دستگاه مشخص میکنن، بنابراین دستگاه تشخیص میده که این به جای اون موهای ریز دو تا پر داره روی آنتنش، روی اون شاخکش، و اینو جدا میکنه. به این ترتیب ما یک مجموعه فقط از پشه‌های نر خواهیم داشت. همایون، آیا آماری داریم که اصلا چقدر در این سالها تعداد پشه‌های آیدس در جهان زیاد شده؟ بله، یک آمار خیلی عجیبی سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده. این آمار میگه در فاصله 20 سال یا 22 سال تعداد پشه‌های آیدس 8 برابر در جهان زیاد شده. علت این زیاد شدنش هم همون تغییرات آب و هوایی، تغییرات اقلیمی در جهان هست که باعث شده زمینه مساعدی برای افزایش تعداد این پشه‌ها در همه جای دنیا، حتی در جاهایی که کمتر هم وجود داشته، اینها فراهم بشه. متشکرم از توضیحاتتون. همایون خیری، سردبیر علمی ایران اینترنشنال از لندن همراه من. ممنون.